که من به اقتدار گرایی میدم بر اساس اولویت در اون دوره این عناوین رو من دادم. مثلا در دوره آقای هاشمی توسعه به یک اولویت تبدیل میشه، نه اینکه بحث استقلال مطرح نیست. یا در دوره بالاخص دهه های 40 و 50 بحث هویت به اولویت بحث روشنفکران تبدیل میشه، پررنگتر هست، نه اینکه بحث‌های دیگه کاملا مورد غفلت قرار بگیره. اما در مورد بحث اقتدارگرایی و حاکمیت که فرمودیم، مشخص هست که اقتدارگرایی مساوی با حاکمیت نیست. در ایران دولت وجود داشته و این دولت حاکمیت داشته. اقتدارگرایی به نظر من صفت این حاکمیت بوده، صفتی بوده که متاسفانه حاکمیت در دوره‌های مختلف علارغم تحولات مختلف اجتماعی، علارغم تغییر سلسله، علارغم یک انقلاب بزرگ اجتماعی و اصلا تغییر رژیم، ما همچنان با این پدیده دیر آهنگ و پر استقامت اقتدارگرایی در ایران مواجه هستیم. خب باید به یک نحوی این رو توضیح بدیم. اگر در مواردی این گفتار، یعنی بحث این که اقتدارگرایی دیرپا بوده، انعطاف پذیر بوده، قابل انطباق بوده، اینا به معنای ارزشگذاری بر اقتدارگرایی نیست، به معنی شناخت این پدیده است در جامعه ایران و اینکه غفلت از این پدیده یا نادیده گرفتنش هیچگاه ما رو دور نمی‌کنه از اینکه این پدیده واقعی است. الان حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت اقتدارگراست، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه او را به این صفت متصف بکنیم و چه آن را به این صفت متصف نکنیم. اقتدارگرایی صفت غالب حاکمیت بوده در دوره‌های مختلف حیات سیاسی جامعه ایران. نکته دیگری این مرحله بودن. منم بسیار متشکرم از اینکه شما خانم تهدیدی و آقای مهدی به خاطر سوال بسیار تحقیقشون. از جانب من هم بفرمان یادم رفت تشکر کنم. از جانب ایشون هم و ببینید یک دو تا نکته را شما از قول من نقل کردین که من نگفتم. اینکه اون سخنی که من گفتم در باب روحانیت و سکولاریسم، گفتم که آینده روحانیت در ایران آینده سکولاریسمه، یعنی اون شکلی که روحانیت پیدا میکنه به ما میگه که سکولاریسم در ایران چه شکل پیدا میکنه. در حقیقت یک متر و معیاره. ما میتونیم از راه تحلیل شما هم پیشبینی راجع به آینده روحانیت داشته باشیم، به پیشبینیتون در مورد سکولاریسم در ایران ارتباط یا هر گونه تحلیلی شما بکنید. اصلا بحث در مورد روحانیت بحث در مورد سکولاریسم، نه اینکه تنها بحث در مورد سکولاریسم، بلکه یکی از جوانب مهم بحث در سکولاریسم. این نکته دیگه هم که نقد کردی، گفتید من گفتم مربوط به موضوع بحثم شدم، اگه همچی چیز گفته باشم تواضع کردم اون بحث، ولی خب برداشتتون بوده. خب نه من مربوط نشدم. ببینید نکته این روحانیت اینه که درست به همون دلیله که بعد روحانیت رو ما نیاز داریم به شناخت علمیش، خاطر اینکه خیلی ظاهرش با باطنش فرق می‌کنه. به دلیل اینکه کسانی که از درون روحانیت به ما حتی گزارش‌های دست اول بودن در مورد که چه می‌گذره، واقعاً یا نایابن یا بسیار کمیابن. شما خودتون اشاره کردید که آقای خامنه‌ای که میشه میره قم با این همه آخون ملاقات میکنه، ما اصلا نمی‌فهمیم که این آمدن و رفتن او بهره چه بود. این به دلیل اینکه هیچ کس از اون درون، من همیشه میگم روحانیت، نظام روحانیت مثل آخرت میمونه، هر کی میره اونجا دیگه برنمیگرده به ما بگه چه خبره اونجا، بهشتی از جهنمی هست. هر کی رفته اونجا اومده بیرون یا ساکت مونده و به کار خودش رسیده یا به سرنوشت کسروی و دیگران مبتلا شده. در نتیجه خیلی این روحانیت یکی از تاریک‌ترین اتاق‌های تالار تاریخ ایران هست و به همین دلیل هست که ما باید بشناسیم و بسیاری از چیزایی که می‌بینیم ممکنه که اون چیزی که هستند نباشند. ببینید من سعی کردم توی این کتاب در نوشته‌های دیگه‌ام تناقض‌های روحانیت رو نشون بدم و امیدوارم این به این معنی مفهوم نباشه که حرف من تناقض‌آمیزه. این که تشیع
تئوری برای دولت مدرن نداره ولی دولت مدرن رو در قبضه خودش میگیره، این تناقضه، این حرف من نیست. آقای خمینی برای دولت مدرن تئوری نداشت و همین دلیل رو باید شریعت اجرا بشه. اگر کسی برای دولت مدرن تئوری داشت متوجه میشد که شریعت قابل اجرا نیست. بعدم که اومد به قدرت رسید دید ای بابا با این فقه که نمیشه جامعه رو اداره کرد. بعد اومد تازه اون موقع بود که فهمید یه چیزی هست به نام دولت که اون نمیتونه وایسته ببینه فقها چه تصمیم میگیرن. یه چیزی درست کرد به نام مصلحت نظام. این قدرت رو به دولت داد که در تضاد بین مصلحت نظام و احکام شریعت، احکام شریعت رو نادیده بگیره. این بخاطر اینکه تئوری دولت وجود نداره در تشیع. اینا اومدن قدرت رو گرفتن ولی نمیدونن هنوز دولت مدرن چیه، مقتضیاتش چیه و همین دلیل آشفتگی دارن. به دلیل اینکه هنوز در مقام حتی جمهوری اسلامی بین این که حافظ صنف روحانیت باید باشه، بین این که دولت باید باشه و بین این که رهبر مسلمانان جهان باشه سرگردن، جمهوری اسلامی نمیدونه، نمیفهمه این رو. و تضاد آقای خامنه‌ای نمیدونه که یا تو باید تصمیم بگیری، یا رهبر جمهوری اسلامی هستی یا رهبر مسلمانان جهانی. اگر رهبر مسلمانان جهانی بودی اصلا کل رفتارات سیاستات عوض میشه. رهبر یه دولت باشی چه دموکراتیک چه دیکتاتوری اینا ندارن این دینش و این درک و این دریافتو. من سعی میکنم این تناقضا رو نشون بدم در اینکه روحانیت اینکه این چیزایی رو که الان داره به این مفهوم نیست که نه تناقضی داره نه دغدغه‌ای داره، یک دسته، همه مثل هم فکر میکنن، همه یه جور. نه، اینطور نیست. به شدت تضاد هست. روحانیت چشم دیگر دیدن هم دیگر نداره، مثل اینکه همه جامعه همینطور هست. مگه دانشگاهی های ما چشم هم دیگران دارن؟ مگه روشنفکران ما دارن؟ مگه بازاری ما دارن؟ مگه مردم لس آنجلس دارن؟ هیچ کس نداره. این تضادی تضاد انسانی و طبیعی هست، همه جا هست، مخصوصا وقتی که شما بخواید از منابع مشترک استفاده بکنید. وقتی که منابع مشترک و در دسترس یه عده خاصی است، طبیعتا برای به دست آوردن اون و اکتساب اون رقابت در خواهد گرفت. نکته دیگر رو در مورد سخن آقای مهدی در مورد نهاد بودن، ببینید بله میشه در مفهوم نهاد مناقشه کرد، ببینیم که احتمالا من و شما متفاوت فکر نمی کنیم، به شکل متفاوت شاید نهاد رو تعریف می کنیم. هیچ چیزی به قول شما امریکایی ها out of blue به وجود نمیاد. حتما یک زمینه تاریخی داره، حتما ما وقتی که میگیم فلان چیز در فلان دوره به وجود آمد به مفهوم اینکه نقطه عطف مهمی در تکوین اون هست. هرگز من مرادم این نیست که روحانیت تاریخ تولدش تاریخ تولد تلگراف هست در این. ولی اولا در نظر بگیرید که من راجع به روحانیت شیعه صحبت میکنم، این نقطه خیلی مهم هست. شما اگر بخواید راجع به روحانیت مسیحی صحبت بکنید بالکل داستان فرق میکنه. راجع به روحانیت یهودیت بخواید صحبت کنید فرق میکنه. راجع به روحانیت اهل تسنن بخواید صحبت بکنید کلا فرق میکنه. روحانیت تشیع در ایران به ویژه از دوره صفوی به بعد که خودش رو میاد نشون بده. یک دلیل عمدهش هم اینه که از دوره صفوی بعد تئوری برای روحانیت ایجاد میشه. من با حرف کسانی مثل دکتر سروش یا دکتر شریعتی یا قبل از اون برخی از روشنفکران دوره مشروطیت موافق نیستم که ما در اسلام روحانی نداریم. در اسلام یعنی چی؟ اگر منظور در کلام اسلامی و الهیات اسلامی باشه، حداقل از دوره مشروطه به بعد، از دوره صفوی به بعد تئوری ساخته شده برای روحانیت. تئوری که محقق کرکی ساخت برای نیابت عامه امام، یعنی گفت که امام معصوم پیش از اون معتقد بودن که خمس حق امام معصومه. وقتی که امام معصوم نیست شما باید این خمس رو یا خودتون به فقرا بدید در وجودی که فکر میکنید مصرف کنید. بسیار از فقها هم